محسن سازگارا عضو شورای مدیریت گذار از واشنگتن ما رو همراهی می‌کنند. خوش آمدید آقای سازگارا. فرمانده سپاه بر اساس یه فرض تحلیلی اتاق‌های جنگ روانی داره عربستان سعودی رو به حمله نظامی تهدید میکنه. جمهوری اسلامی انتظار داره با این شرایط مذاکراتش با عربستان پیشرفت داشته باشه به نظر شما؟ اولا این فیلمی که نشون دادین دوتا نظامی که دو طرفش هستن چقدر چاق و چلن، اصلا به چیزی که نمیان نظامیه. ثانیاً ببینید، گفت گربه مسکین اگر پر داشتی نسل گنجشک از زمین برداشتی. این آقای سلامی یا آقای خامنه‌ای و حکومت جمهوری اسلامی اگه زورشون میرسید یک کره شمالی درست میکردن، دور مملکت هم دیوار میکشیدن و رادیوی دو موج رو هم ممنوع میکردن. اما دیدیم که زورشون نمیرسه، بیشتر از 30 سال دارن با تلویزیونهای ماهواره‌ای جنگ میکنن، مثل داستان حجاب خانم ها، و آخرش هم زانو زدن و حریف نشدن. یا با اینترنت که دقشون مسئله اینترنت ملی و فیلتر کردن و غیره بود که باز هم میبینیم حریف نمیشن. و تازه همه این کارا رو هم اگر بکنن تو همین انقلاب زن زندگی آزادی میبینیم که خیلی راحت مردم با پخش تراکت و یادداشت به همدیگه دادن یا ملاقات حضوری نه فقط اطلاع رسانی میکنند بلکه سازماندهی در محلات رو هم شکل میدن و از قضا پاره مواقع این خیلی کمک میکنه به اینکه آماده تر به میدان برن. بنابراین حضرات در واقع آب در هاون میکوبن. اینی هم که حالا عربستان سعودی رو تهدید میکنه، خب قبلا هم کردن، 6 تا موشک فرستادن برای آرامکو و یا در یمن جنگ افروزی کردند و کماکان تنش وجود داره. فکر نمی کنم که دردی ازشون دوا بکنه و قاعدتا فکر میکنن با این حرفا حکام سعودی جا میزنن، گیرم هم بزنن، هیچ تفاوتی به حجم اعتراضات مردم و ملتی که راحت میگه من دیگه این حکومت رو نمیخوام نخواهد کرد. آقای سازگارا، با توجه به اینکه الان سپاه سخت مشغول سرکوب معترضان داخلی با اینکه پیشرفتی هم نداشته، به نظر شما آیا توان درگیر شدن در یک جنگ خارجی رو اصلا داره؟ نه، حتی اگه درگیر سرکوب داخل هم نبود توان درگیری در جنگ خارجی رو نداره. شما ببینید معلم اینا که روسیه است، ادعا داشت دومین ارتش دنیاست، به کشور کوچیک و کم ارتشی مثل اوکراین که حمله کرده چجوری مثل خر در گل مونده و معلوم شده که دزدی ها و فساد درون سیستم روسیه چیزی باقی نگذاشته و هرچه آدم ناکارآمد بر سر کار آمده. عین این اتفاق در مورد شاگرداشون، یعنی همین آقایون سپاهی‌ها که بیشتر از 200 تاشون در روسیه رفتن دوره دیدند اومده، یعنی سازمانی است که شاخشونش رو فقط برای زن بچه مردم یا دختر دبیرستانی توی خیابونا و کوچه پس کوچه ها میکشه. در شما به قیافه همین آقای سلامی اطرافیاش نگاه کنید و دزدی هایی که در سپاه شده، این نظامی ها توان درگیری و جنگ رو و دفاع از ملک و میهن رو ندارن. و واقعا باید بهشون نصیحت کرد که به مردم برگردند و دست از این روش ها بردارند.